سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. در ادامه فصل سوم که در رابطه با مبحث چارت پترن ها صحبت میکردیم، توی این ویدیو میخوام دو تا الگوی خیلی کاربردی رو بهتون معرفی کنم. خب شاید کمابیش باهاش آشنایی داشته باشید، الگوی هد اند شولدرز یا الگوی سر و شانه و حالت اینورسش یا الگوی سر و شانه معکوس. ببینید دوستان، شاید خیلی ها فکر کنن که مثلا این الگوها رو تمام نکاتش رو راجع بهش میدونن. ببینید بله، خب میشه گفت الگوهایی هست که تو ذهن آدم میمونه، اما ببینید از اونجایی که میگن هر گردی گردو نیست، بهتون میگم هر الگوی نموداری هم نمیتونه یه الگوی درست باشه. من میخوام اینجا هم تمام نکات رو در رابطه با این الگوی نموداری بهتون بگم، همین که بهتون نشون بدم چطوری باید از این الگوها تاییدیه بگیریم. الگوی اول که سر و شونه هست، ببینید دوستان، یه خط گردن تشکیل شده. شما اولین کاری که باید بکنید وقتی اومدید حرکت کندلا رو دیدید که مثلا شبیه سه تا مثلث هست، اولین کاری که میکنید از قسمت لاین یه خط میکشید. این خط اصطلاحاً بهش خط گردن میگن. نکته دیگه ای که باید بهش دقت کنید، الگوی سر و شونه، سر همیشه بالاتر از شونه راست و شونه چپ هستش. حالا این حالت، ببینید من توی حالت رنج یا خونسا هستم و خب خیلی ها میگن الگوی سر و شانه باید تو مسیر صعودی باشه و الگوی سر و شانه معکوس باید تو مسیر نزولی باشه. ببینید این حالت خط گردن برای سر و شانه معکوس هم هست، سر، شانه چپ، شانه راست. اما بهترین حالت هاشو میخوایم بررسی کنیم، آیا فقط همین حالت رنج هست، حالت دیگه ای نداره؟ ببینید برای مثال مسیر ما صعودی هست، یه آپترندی داریم. این حالت وقتی شکل بگیریم میشه گفتش این خب بهترین حالت الگوی سر و شونه است، چون شما توی یه آپترند قراره یه شکست اتفاق بیفته از کف ترند، یعنی از دقیقاً از خط گردن قراره شکست اتفاق بیفته. ولی در حالتی که نزولی هستش، یعنی ما توی داون ترند هستیم، ببینید ما حرکت ما نزولی هست اما از کف کانال قراره به اندازه مثلا خط گردن شکسته بشه، ریزش داشته باشیم، خب ما توی یه حالت نزولی، یه الگوی نزولی که داریم، دوباره این ریزش شاید برای خیلی ها مثلا بگن نه این حالت اشتباهه. خیلی ها میگن اگه مسیر صعودی نباشه الگوی سر و شونه درست است. من توی همین ویدیو الگوی سر و شونه بهتون نشون میدم که توی داون ترند هست و میبینید که بعد از اون از کف اون کانال شکسته میشه. خب الان در رابطه با الگوی سر و شانه معکوس هم به همین شکل هست. بعضیا میگن که حتما باید توی داون ترند باشه، مسیر نزولی باشه، اما من بهتون میگم توی مسیر صعودی هم میتونه الگوی سر و شانه معکوس اتفاق بیفته. این الگوها ببینید اصطلاحاً بهشون میگن اگه بخوایم از خود شونه راست حساب کنیم، ادامه روند هست. یعنی این روند وقتی که شکست اتفاق میفته و یک کندلی که به عنوان کندل تایید زیر خط گردن بسته میشه، به ما تایید میده که این الگو شکل گرفته و احتمال ریزش هست. حالا این ریزش چقدر؟ ببینید حداقل این ریزش به اندازه کوچکترین شونه، یعنی ببینید الان مثلا این شونه کوچکتر از این شونه هستش، حداقل به این اندازه و حد اکثر به اندازه خط گردن، یعنی این فاصله سر تا خط گردن، این حد اکثر ریزشی هست که میتونه حتی ممکنه بیشتر هم اتفاق افته. این حالت هایی هست که ما انتظار داریم. این همین حالت هم توی الگوی سر و شونه معکوس هستش. حالا سوالی که پیش میاد احتمال این که این الگو بخواد به ما سیگنال خطا بده، اشتباه بده و این الگو شکل بگیر و اون روند طی نشه چقدر است؟ ببینید این الگویی است که میشه گفت وین ریتش تقریبا هولوش 70% هست، یعنی خیلی مواقع ممکنه شما این حالت رو داشته باشید و کندل بیاد شکل بگیره زیر خط گردن و ولی اون حالتی که انتظار دارید اتفاق نیفته، به اندازه اون ریزشی که انتظار دارید اتفاق نیفته. ببینید در نتیجه میشه گفتش که ما هیچ الگوی نموداری یا مثلا کندل پترنی، چارت پترنی نداریم که بخواد قطعیت و مثلا 100% بیاد این رو به ما نشون بده. در نتیجه ما خودمون با استفاده از ترفندهایی که توی این ویدیو بهتون آموزش میدم، میتونید اون احتمال رو تقریبا اون وین ریت رو افزایش بدید. خب حالا ببینید مثلا ما الان یه آپترند داریم، اینجا الان اومده شونه شکل گرفته، سر شکل گرفته، بعد شونه راست شکل گرفته. خب اتفاقی که قراره بیفته، ما انتظار داریم یه کندل زیر این تشکیل بشه و بعد ریزش حداقل به این اندازه اتفاق بیفته. حالا ببینید تو این حالت امکانش نیست که ما سر و شانه معکوس داشته باشیم. چرا؟ امکانش هست، اما ببینید شما توی یه آپترند حالت سر و شانه معکوس باید از سقف کانال شکسته بشه و بره بالا. خب این یه مقدار مثلا ممکنه ریسک ما رو بیشتر کنه. در نتیجه توی آپترند ها الگوی سر و شونه میشه گفتش ریسک کمتری داره و توی داون ترند ها، توی مسیرهای نزولی، میشه گفت الگوی سر و شانه معکوس وین ریت بیشتری داره. اونجوری نیست که مثلا بهتون میگم توی هر حالتی ثابته. ببینید الان این حالتی که من کشیدم یه خط گردن صاف هست،
مثلا شما حتما نباید این حالت باشه، میتونه صعودی و نزولی باشه. این یه حالت مثلا میشه گفت ایدئالش هست که من کشیدم. حالا اینا رو با هم روی چارت بررسی میکنیم. خب دوستان ببینید، الان چارت بیت کوین هستیم، تایم فریم روزانه. نکته ای که باید بهتون بگم، سعی کنید برای الگوهای نمودار از تایم فریم های بالا مثل روزانه، هفتگی یا مثلا 4 ساعته اینها استفاده کنید. هر چقدر تایم فریم شما کوچیک‌تر باشه، احتمال اینکه الگوی نموداری به شما خطای بیشتری بده میشه گفت بیشتر است، زیادتر هست. چون خیلی از اینایی که میان تحلیل میکنن توی بازار روزانه 4 ساعته این الگوها رو میبینن و طبق اون تحلیل انجام میدن تا مثلا بخواد اتفاق بیفته. الان ببینید، من یه حالتی اینجا کشیدم. خب خیلی از تحلیلگرا مثلا اومدن گفتن آقا این الان میتونه مثلا یه الگوی، الان این با استفاده از خط ترند، ببینید الان شما مثلا این خط رو من کشیدم از قبل، اولین کار همین هستش، یعنی شما این خط ترند رو میکشین. حالا ببینید دوستان، این اگه بخوام بهتون مثلا از این قسمت، ببینید از قسمت هدن شولدرز رو بخواید انتخاب کنید، اگه روش کلیک کنید میبینید این میشه شانه چپ، این میشه سر تا اینجا، و این اگه اتفاق بیفته ببینید به اینجا مثلا برسه تقریبا تو اون بازی 30,000 هست. حالا بهتون نشون میدم. اما خیلی ها میگن نه این مثلا درست نیست، این خیلی طولانی شده، بهترین حالتی که مثلا اینجا میشه در نظر گرفت ما باید بیاییم مثلا اینجا رو در نظر بگیریم، که میگیم اینجا یه شونه یه سر و از اینجا ببینید دوباره یه شونه شکل گرفت و تقریبا به اندازه این شونه کوچیک ما اینجا ریزش داشتیم. پس درنچه میشه گفت این دیگه مثلا یه حالتی هست که تایید شده است، کانفرم شده هست. الان دیگه بیایم بگیم دوباره این حالت هست. ببین الان مثلا خیلی ها میگن الان این بازه، توی این بازه‌ای که هستیم الگوی سر و شونه معکوس شکل گرفته. ببینید این شونه، اول میام از این ترند لاین این خط رو میکشم، ببین مثلا میان میگن این شونه، این سر، دوباره این شونه بعدی، بعد از این ما انتظار داریم مثلا یه سودی تقریبا تا 50-51,000 اتفاق بیفته. حالا اگه بریم تو بازه‌های قبلی رو ببینیم، ببینید الان اینجا من این خط گردن رو کشیدم، شونه چپ، سر و شونه راست، بعد از اون ببینید تقریبا به اندازه فاصله خط گردن تا سر ریزش داشت. یعنی اینا الگوی هست که تایید شده، اما همیشه به این شکل نیست. حالا بریم حالت‌های دیگر هم بهتون نشون بدم. ببینید مثلا الان شاید اینجا خوب دیده نشه تو تایم فریم روزانه، اما این هم یه الگوی سر و شونه هست، شونه، سر و شونه راست. ببینید حالا شاید این توی این تایم فریم مناسب نباشه، اما اگه تایم فریمتون 4 ساعته کنید خیلی بهتر دیده میشه. این اتفاقی هست که افتاده، به اندازه خط گردن ما سر تا خط گردن ریزش داشتیم. یا ببینید اینجا دوباره شونه چپ، سر، شونه راست و این ریزشی که اتفاق افتاده حتی بیشتر از این. یا حالت دیگه مثلا ببینید دوباره قبلش اینجا میبینید شونه چپ، سر و شونه راست و میبینید بعدش خب این اتفاق افتاده، این فاصله میشه گفت طی شده. اینها میشه گفت الگوهایی هست که شما تقریبا توی خب هر چارتی ممکنه خیلی این الگو رو ببینید. بعضی هاش به ما ممکنه اون اشتباه باشه، سیگنال اشتباه بده. ببینید الان اینجا دوباره سر و شونه معکوس رو میبینید، شونه، سر و دوباره میبینید که این، حالا من یه مقدار اینو بعد کشیدم، ببینید اینجا مثلا از خود همین خط، این خط کارتون رو راحت میکنه چون شما تمام نقاطتون رو به همین خط وصل میکنید. ببینید تقریبا مثلا میبینید اینجا یه سر و شونه معکوس شکل گرفته که بعد از اون میبینید حرکت شارپی و سری این فاصله طی شده. اما حالا میخوایم کاری که با هم بکنیم، یه مقدار اینو بهتون بگم که خب چطوری میتونید ببینید که تاییدیه بگیرید ازش و سیگنال های بهتری بهتون بده. خب از قسمت تکنیکال ایندیکاتور من میخوام اولین چیزی که بهتون بگم، ببینید مثلا شما میتونید اگه تایپ کنید هد، میبینید اینجا خودش چارت پترن هد اند شولدرز، اگه مثلا روی چارتی پیدا نکردید خواستید تست کنید، این فعلا حالت بتاش هست، حالا در آینده دارن توسعه میدن که بهتر بهتون نشون بده. میبینید خودش اومده با این خط نارنجی مثلا گفته اینجا یه الگوی سر و شونه شکل گرفته یا مثلا اینجا شکل گرفته. بعضی وقتها هم دوستان میتونه اشتباه باشه، مخصوصا تو تایم فریم های کوچیک‌تر. حالا حالت دیگه ای که من اینو میخوام بهتون به عنوان فقط پیش‌فرض گفتم که یه مقدار اگه خواستید پیدا کنید و سخت بود، از این روش میتونید. حالا نکته دیگه ای که هست، میایم این از قسمت تکنیکال ایندیکاتور تایپ میکنیم volume based support and resistance zone. این گزینه رو انتخاب کنید، با این آشنا شدید میاد بر مبنای حجم به ما سطوح مقاومت حمایت رو میده. حالا ما میخوایم این رو بررسی کنیم توی این حالتایی که اتفاق افتاده. ببینید ما اینجا سر و شونه داشتیم، خب این الگو شکل گرفت و ببینید اینجا دقیقاً اگه ببینید این قسمت سبز رنگی که میبینید ما یه حمایت داشتیم.
ببینید دقیقا وقتی که این خط گردن و این حمایت یک شد، وقتی که شکست، اولین ریزشی که کرد تا این حمایت بود و بعد دوباره تا حمایت بعدی. حالا ببینید دوستان، الان اتفاقی هم که اینجا افتاد میشه گفتش تقریبا اینجا هم ما اگه این حالت رو در نظر نگیریم، این حالت رو در نظر بگیریم به عنوان الگوی سرشونه ای که داشتیم، خب میبینید که الان دقیقا اومد تا مثلا این حمایتی که ما داشتیم محدوده 35 تا 30,000 مثلا اومد اتفاق افتاد. حالا ببینید اگه بخواد اون الگویی که الان بهتون گفتم تا اینجا مثلا بخواد درست باشه، تا کجا میتونه مثلا ریزش داشته باشه؟ ببینید دوستان، در مرحله اول که بخواد این الگو کامل بشه، ما حمایت‌های قبلیمون، یعنی ببینید ما تو بازی 29,900 30,000 خب یه حمایتی داریم، یعنی اگه این بیاد به اینجا برسه به 30,000 برسه، میشه گفت تقریبا ما دوباره یه سرشونه دیگه داریم که خب حالا خیلی ها میگن اشتباهه و خب بعضی تحلیلگرام با استفاده از این میگن که این الگویی هست که اکثر مواقع میتونه درست باشه. خب ببینید حالا اگه ما حالتهای دیگر رو هم ببینیم، ببینید من الان میخوام بهتون برای مثال مثلا تو این بازه نشون بدم. ببینید الان سرشونه ای که شکل گرفت، جایی که ریزش اتفاق افتاد تقریبا میشه گفت اینجا مثلا سبز رنگ حمایت هفتگی هست، تا اینجا این ریزش اتفاق افتاد. یا اگه مثلا توی این بازه ها اگه بخواید ببینید، دقت کنید، میبینید این حمایت هایی که داشتیم وقتی که شکست، دقیقا خط گردن ما روی این حمایت های نزدیک این حمایت ها بوده و بعد از اون ریزش تا حمایت بعدی اتفاق افتاده. حالا نکته دیگه ای که میخوام راجع بهتون بگم اینه که خب این الان الگوی میشه گفتش که ادامه روند هست یا الگویی هست که مثلا برگشت پذیره. ببینید اگه ما بخوایم این رو از قسمت هد یا سر حساب کنیم، این یه الگوی برگشت پذیر هست، یعنی شما از اون بازه‌ای که دارید مثلا از فیبوناچی اصلاحی میتونید استفاده کنید. اما تو حالتی که ببینید این از این قسمت به این قسمت ما حرکت ما ریزشی بود، خب وقتی که شکسته شد، یعنی به ما داره تایید میده کندلی که بسته شد این روند ادامه دار است، یعنی این روند از اینجا تا خط گردن که ریزش داشت، این ریزش ادامه دار هست. ما از خب چه ابزاری استفاده کنیم بخوایم مثلا سطوح حمایت رو ببینیم؟ حالا اجازه بدید من این رو هم ببندم. ببینید اگه بخوایم از فیبوناچی مبتنی بر مسیر استفاده کنیم، ما اتفاقی که میفته ببینید از قسمت سر میایم یه نقطه رو انتخاب میکنیم تا قسمت میشه گفت خط گردن و بعد دوباره این رو وصل میکنیم به این قسمت تقریبا میشه گفتش که شونه بعدی ما. خب ببینید تقریبا اگه ببینید، حالا من یه مقدار شاید اینو بد کشیده باشم، سایه ها رو در نظر گرفتم، الان خب یه مقدار بهتر شد. ببینید اگه شما الان ببینید این جایی که شکسته شد تا جایی که ریزش کرد، میبینید تقریبا نزدیک های خط دو فیبوناچی این ریزش ادامه دار بود. در نتیجه میشه گفت ببینید الان حرکت کندل ها رو اگه شما این تو بازه 1.618 بهتون گفتم اعداد طلایی فیبوناچی 618 1.618 اینو ببینید چقدر حرکت کندل ها تو این بازه زیاد بوده و ما چه حمایتی اینجا شد. غالبا تو بازه 2 فیبوناچی رو اگه ببینید غالبا سایه بوده یا شادو بوده، حالا تا یه جایی هم ریزش داشت و بعد حرکت سعودی خودش رو ادامه داد. پس دوستان ببینید اگر هم میخواهید از فیبوناچی ها روی ترند ها، روی چارت پترن ها، الگوهای نموداری استفاده کنید، ببینید که اون الگوی نموداری که دارید ادامه روند رو بهتون نشون میده یا برگشت مسیر رو، یعنی کانتینیوس هست یا ریورسال هست. این نکته خیلی مهمی هست که خب خیلی ها دقت نمی کنن. خب دوستان عزیز، نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم. اگه سوالی بود تو بخش نظرات حتما مطرح کنید. اگه کانال یوتیوب ما رو دنبال نکردید، از قسمت از این لینک میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید برای مطلع شدن از آخرین ویدیو، کلید زنگوله رو فعال کنید. همچنین برای مشاهده هر موضوعی مرتبطی که مد نظرتون هست از سربرگ پلی لیست میتونید اون فصل‌بندی ها رو ببینید و ویدیوهای مورد نظرتون رو پیدا کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.